افسانه هفت پیکر روز چهارشنبه گنبد پیروز رنگ دختر شاه اقلیم افسانه ماهان در میان قولان در سرزمین مصر مردی به نام ماهان زندگی می کرد که در زیبایی و جمال یوسف زمان خود بود این مرد دوستانی داشت که به سبب زیباییش همواره او را به میهمانی خود دعوت کرده و حضور او را در خانه خود به فال نیک می گرفتند. روزی یکی از دوستان بزرگزاده او در باغ خانه خود مجلس بزمی ترتیب داد و ماهان را به آنجا دعوت کرد. بوستانی لطیف و شیرینکار دوستان زو لطیف تر صد بار تا شب آنجا نشاط می کردن. گاه می گاه میوه می, و می هر زمان از نشاط پرورشی هر دم از گونه دگر خورشی همچنان در شادی و خورمی بودند و تا هنگام شب که نور سفید ماه همه جا تابیده بود به نقم سرایی و عیش نوش پرداختند ماهان که در آن شب زیبا به تماشای باغ پرداخته بود و مانند مستان به دور گلها و گیاهان میگشت سرانجام به جایی رسید که از باغ و بوستان خبری نبود نخلستانی بود که فاصله زیادی از خانه دوست او داشت و نمی نمیدانست که هنگام مستی و بیخبری چگونه به آنجا رسیده است همین هنگام شخصی را دید که به سوی او میآید وقتی نزدیکتر رسید او را شناخت شریک و دوست او در تجارت بود که در آن شب با آن جای ناآشنا آمده بود. ماهان او را به گرمی پذیرفت و پرسید این وقت شب آن هم تنها و بی همراه در اینجا چه می کنی؟ او پاسخ داد همین امشب از راه دور آمدم و چون نمی توانستم دوریت را تحمل کنم به اینجا آمدم. غیر از این امر مهمی هم در پیش بود. که خواستم حتما تو را ببینم و آن این است که کالای مناسبی برای فروش آوردم که سود بسیاری برای من خواهد داشت اما به دلیل این که بی موقع به شهر رسیدم نتوانستم از دروازه عبور کنم و در بیرون شهر کالاها را در کاروان سرایی به امانت گذاشتم اکنون به اینجا آمدم که با هم برویم و کاری کنیم که بتوانیم اجناس را بدون پرداخت پول از دروازه شهر بگذرانیم. ماهان وقتی این سخنان را شنید بیدرنگ به همراه دوست خود به راه افتاد. راه زیادی را طی کردند اما هنوز به کاروان سرایی که شریک او گفته بود نرسیده بودند. ماهان گاهی از دوست خود عقب میافتاد و او هم ماهان را به تند رفتن فرا میخواند. معلوم بود که از شهر خیلی دور شدند. به همین سبب ماهان به فکر و خیال افتاد و با خود گفت که ممکن است هنوز مستی در وجودش مانده باشد و او اشتباه می کند. اما دوست او کاملا هوشیار بود و همه چیز را می دانست و ممکن نبود که راه را گم کرده باشد. باز گفتا مگر که من مستم. بر نظر صورتی غلط بستم. او که در رهبری مرا یار است راهدان است و نیز هوشیار است همچنان به راه خود ادامه دادند تا اینکه صبح روشن فرار رسید و ماهان دیگر نشانی از دوست خود ندید همانجا بر اثر خستگی شدید به خواب فرو رفت و نزدیک ظهر بود که از گرمای آفتاب بیدار شد و هنگامی که اطراف خود را نگریست اثری از باغ و بوستان ندید چرا که او فکر می کرد هنوز در باغ دوست خود قرار دارد اما ناگهان صحنه دید که نزدیک بود از ترس و وحشت قالب توهی کند ماهان خود را در جایی دید پر از قارهای وحشتناک که بر در هر کدام مارهایی به بزرگی اجده ها می عرق سردی بر پیشانیش نشست. از روی زمین برخاست و مدتی به دور خودش چرخید. میخواست حرکت کند اما قدرت راه رفتن نداشت. احساس میکرد پاهایش خشک شدند. آنقدر خود را تنها میدید که حتی از سایه خودش هم میترسید. سرانجام شب فرا رسید و ماهان که دیگر گیج و مپود شده بود حتی درخت ها و گیاهان را به شکل مارهای عجیب و غریبی میدید و مدتی بعد مدهوش و سرگشته بر در قاری افتاد. صدایی او را به خدا برد و هنگامی که چشم گشود زن و مردی را دید که هر دو چیزی سنگین بر پشت خود بسته و آهسته حرکت می کردند. مرد وقتی ماهان را دید نزد او آمد و پرسید ای مرد قریب تو کیستی و اینجا چه می کنی؟ مگر نمی دانی که اینجا جایگاه دیوان است؟ ماهان که بعد از مدتی یک همزبان یافته بود جواب داد ای بزرگوار من مردی قریب هستم و نامم ماهان است. به خدا قسم با من آن گونه رفتار کن که رسم جوان مردان است. زیرا من به پای خود اینجا نیامدم. شب گذشته در مجلس میهمانی یکی از دوستان خود بودم که مردی آمد و خود را شریک من معرفی کرد. آنگاه مرا به این ویرانه آورد. مرد وقتی داستان ماهان را شنید گفت ای جوان زیبارو تا اکنون هم که زنده مانده بسیار خوش اقبال بوده ای. چرا که آن مردی که تو را به اینجا آورده دیویس به نام حایل بیابانی که انسانهای زیادی مانند تو را گمراه کرده و به این ویرانه آورده است. اکنون من و این زن همراه و راهنمای تو هستیم. ماهان به همراه آن زن و مرد به راه افتاد. و تا موقع صبح که با آنها بود هیچ سخنی نگفت. اما به محض روشن شدن هوا اثری از همراهان خود ندید و دوباره در اثر خستگی راه به زمین افتاد و به خواب رفت. مدتی بعد که روشنایی روز همه جا را سفید کرده بود، بیدار شد و این بار خود را در زمینی پر از سنگ و صخره دید که تا چشم کار می کرد، آشیانه پلنگ بود. گرسنگی بی طاقتش کرده بود، برای همین از ریشه و دانه گیاهان استفاده کرد و اندکی نیرو گرفت آنگاه به راه افتاد و چاره کار را در این دید که خود به جستجو بپردازد تا شاید راهی به آبادی پیدا کند و از گمراهی در بیابان رهایی یابد همچنان رفت و جستجو کرد تا هنگام شب که باز هم از خستگی راه درمانده شد و در میان شکاف سنگ ها به خواب رفت لحظه ای بعد با شنیدن صدای پای اسب بیدار شد و وقتی به اطراف نگاه کرد سواری دید که به سوی او در حرکت بود و اسبی دیگر هم به همراه داشت وقتی سوار نزدیک ماهان رسید و دید مردی غریب در میان سنگ ها خزیده است پرسید ای مرد تو کیستی و در این جای غریب چه می زودتر بگو که در بین این راه برای چه پنهان شده ای وگرنه سر از تنت جدا خواهم کرد. ماهان از ترس حیبت آن سوار به خود لرزید و سعی کرد با تعریف و تمجید از او قصه خود را بیان کند. آنگاه تمام ماجرایی را که برایش پیش آمده بود برای او تعریف کرد و بیان کرد که چگونه به آن جای غریب افتاده است. سوار وقتی شرح ماجرا را شنید بسیار تعجب کرد و گفت خدا را شکر میگویم که از نابودی و مرگ نجات یافته ای. آن زن و مردی که میگویی تو را به اینجا آوردند دو قول به نامهای قیلا و هیلا هستند که کارشان گمراه کردن و حلاک انسان هاست. نرماده دو قول هیلهگرند که آدمی را زراح خود ببرند. در مغاک افکنند و خون ریزند چون شود بانگ مرغ بگریزند ماده هیلا و نام نر قیلاست کارشان کردن بدی و بلاست اکنون نام خدا را بر زبان بیاور و او را شکر کن که نجات یافته ای و اگر میخواهی از این جای هولناک دور شوی برخیز و بر این اسب سوار شو و به دنبال من حرکت کن ماهان که خود را مانده و سرگردان می دید بدون هیچ سخنی بر پشتان آن اسب نشست و به سرعت در پی آن مرد روان شد و آنچنان تند می راند که باز هم به گرد راهش نمی رسید. همچنان به راه خود ادامه دادند تا به دشتی رسیدند که مانند کف دست صاف بود و هیچ نشان از سنگ و صخره در آن دیده نمی شد. از اطراف دشت صدای خوش نقمه و سرود می آمد و هنگامی که ماهان و مرد همراهش نزدیکتر شدند به جای گل و سبزه دیوهایی را دیدند که به رقص و پایکوبی مشغول بودند و فریادشان به آسمان برخواسته بود هر لحظه صدای بانگ و فریاد بیشتر میشد و ساعتی بعد از دور مشعلهایی را دیدند که به آنها نزدیک میشد. خوب که نگاه کردند، هیکلهای بزرگ و تنومندی دیدند که لبهایی آویخته، مانند غلامان زنگی و شاخهایی بلند مثل شاخ گاو داشتند. هم شبیه فیل بودند و هم نشانه از گاو در وجودشان بود. لباسهایی داشتند، سراسر سیاه رنگ و هنگامی که فریاد میزدند زدند زبانهای آتش از دهانشان بیرون میزد. در همین حال با سازهای مختلفی که همراهشان بود شروع به نقم سرایی و آوازخانی کردند یک لحظه ماهان فکر کرد اسبش به رقص در آمده و در هوا حرکت می کند. اما هنگامی که پایین را نگریست خود را بر روی اژدهایی هفت سردید که چهار پا و دو بال بزرگ داشت ماهان در گردن اژدها سوار بود و سینه او را با دو دست گرفته بود اژدها نیز در حالی که میرخسید و پیچ و تاب می‌خورد ماهان را به این سو و آن سو پرتاب می‌کرد اژدها مثل سیلی بود که می خروشید و ماهان را مانند خس و خاک بر سر خود می برد تا اینکه سرانجام صبح فرا رسید و اجدها ماهان را بر زمین انداخت و ناپدید شد دیگر سر و صدایی از دیوها و خبری از رقص و آوازخانی نبود مرد سواری که ماهان را به آن جایگاه پرحول و حراس آورده بود هم دیده نمیشد. ماهان که احساس خستگی فراوانی داشت همانجا بیهوش و سرگردان بر زمین افتاد تا اینکه گرمای روز او را بر سر هوش آورد و وقتی اطراف خود را نگاه کرد بیابانی وسیعی دید که پر از خار و خاشاک بود و اثری از آبادانی نداشت ماهان که خود را درمانده و گرس نمیدید چاره ای جز حرکت کردن و رفتن نداشت به همین سبب به سختی و مشقت از آن صحرای داغ و سوزان گذشت و به محلی رسید بسیار سرسبز و خرم که جوی آبی در آن جاری بود پس از آن آب گوارا نوشید و سر و تن خود را شستشو داد و چون شب فرا رسیده بود تصمیم گرفت جایی مناسب برای استراحت پیدا کند آنگاه به جستجو پرداخت تا به خرابه ای رسید که پیش از آن جایگاه چهار پایان بوده و هنگامی که آنجا را به دقت جستجو کرد به چاهی رسید که هزار پله داشت با احتیاط وارد آن شد و پس از مدتی به انتهای آن رسید پس به آسودگی سر بر زمین نهاد و به خواب رفت هنگامی که از خواب برخاست به دقت اطراف چاه را جستجو کرد و همچنان که در تاریکی به پیرامون خود می نگریست روزنه نورانی توجهش را جلب کرد اطراف آن روزنه را نگاه کرد تا ببیند منبع نور کجاست وقتی که خوب دقت کرد دید که نور محتاب است که از شکافی کوچک درون چاه افتاده است آنگاه با چنگ و ناخن روزنه را کن تا بتواند آن سوی شکاف را ببیند اکنون دیگر می توانست سرش را از سوراخ بگذراند پس بیشتر جستجو کرد و سوراخ را آنقدر گشاد کرد که توانست از آن رد شود با تعجب در پیش خود باغ و بوستانی با صفا و زیبا دید که پر از گیاهان و میوه های بهشتی بود دید باقی نه بلکه بهشت به باغ ارم به تپ و سرشت روزگاهی چو صد نگار در او سرو و شمشاد بی شمار در او میوه های برونز اندازه جان از او تازه او چو جان تازه ماهان از دیدن آن همه میوه در شگفت مانده بود ماهان از دیدن آن همه میوه در شگفت مانده بود و از شادی این که از دوزخی نجات یافته و پای در بهشتی به آن زیبایی نهاده است نمیدانست به کدام طرف برود اما به هر حال از میوه های اشتها آور باغ مقداری خورد و به گردش در آنجا پرداخت ناگهان صدای مردی به گوشش رسید که او را دوست خطاب می کرد وقتی ماهان نگاه کرد پیرمردی را دید که چوب دستی بالا برده تا بر سر او بزند. ترس وجود ماهان را فرا گرفت و به التماس و خواهش افتاد که پیرمرد از گناه او بگذرد. آنگاه خود را معرفی کرد و قصه قریبیش را برای او بازگو کرد و توضیح داد که چگونه به گمراهی و دربدری افتاده و برای این استراحت و رفع گرسنگی به با آن باغ آمده است. سپس از پیرمرد خواست برای او توضیح بدهد که این سرزمین عجیب و غریب که پر از دیو و قول است مربوط به کجاست و چه نام دارد باز پرسید کان نشیمن شوم چه زمین است و از کدامین بوم کان قیامت نمود دوش به من کافرینش نداشت گوش به من پیشم آمد هزار دیو کده در یکی صد هزار دیو و دده ماندم از کار خیش سرگشته دهنم خشک و دیده ترگشته. گاهی از دست دیده نالیدم گاه بر دیده دست مالیدم پیرمرد ماهان را به گرمی پذیرفت و آنگاه در پاسخ او چنین گفت بیابان این اطراف محل زندگی دیوان است که ابتدا با صداقت و راستی با مسافران و غریبان رفتار می کنند اما در نهایت به آنها خیانت می کنند و حتی بعضی را با رنج و سختی بسیار به هلاکت میرسانند. از آنجا که کار دیوان همواره برعکس است، اگر لطف و مهربانی با تو کردند، بدان که قصدشان آزار و اذیت بوده است و چون شخصی ساده دل و پاک نیت هستی، تو را به بازی گرفتند و به اصطلاح سر به سرت گذاشتند. ترس و وحشت تو باعث شد که بیشتر گمراه و درمانده شوی در حالی که اگر بیهوده نمی ترسیدی و حواست را جمع می کردی دوچار خیال نمی شدی و راه را گم نمی کردی اکنون فکر کن که تازه به دنیا آمده ای و عمری دوباره یافته ای. این باغ آباد و باصفا نیز از من است و با خون دل و سختی بسیار آن را به این صورت درآوردم و در سالهایی که محصول آن کم باشد به راحتی خرج یک شهر را می دهد. علاوه بر این مال و ثروتی بسیار دارم اما فرزندی ندارم که دلم به او خوش باشد. از هنگامی که تو را دیدم مهرت به دلم نشست و می خواهم که فرزند من باشی. اکنون اگر آماده ای و مایل هستی که فرزند من باشی، تمام این دارایی و باغ بوستان را به تو می دهم تا به خوشی و شاد کامی عمر خود را سپری کنی به علاوه حاضرم دختری از نژاد پاکان و بزرگان را هم به همسری تو درآورم پس اگر میپذیری بیا تا با هم عهد و پیمان ببندیم ماهان که از سخنان پیرمرد شگفت شده و از پیشنهاد او دچار هیجان شده بود از او تشکر کرد و به نشانه احترام دست پیرمرد را بوسید و با او پیمان بست که از آن پس فرزند و جانشین او باشد. آنگاه هر دو برخواستند و به تماشای باغ پرداختند تا اینکه به خانه با شکوه و زیبا رسیدند که محل زندگی پیرمرد بود. بنایی سر به فلک کشیده که بیشتر شبیه قصر پادشاهان بود. و با سنگ های گران قیمت و زیبا تزئین شده بود. در کنار این خانه درختی تنومند از نوع سندل وجود داشت که با زیورالات گوناگون آراسته شده و بر روی آن جایگاهی بود که با فرش های گرانبه ها و وسایل تزئینی پوشیده شده بود. شاخ در شاخ زیور افکنده، زیورش در زمین سرفکنده. فرش هایی کشیده بر سر تخت نرم و خوشبو چو برگ های درخت پیرمرد به ماهان گفت بر بالای این درخت برو و به استراحت بپرداز اگر آب و تمام خواستی همه چیز در آنجا هست من اکنون می رویم تا خانه خوب و راحت برای تو آماده کنم از تو می خواهم که تا هنگام بازگشت من در همین جا بمانی و با هیچ کس سخن نگویی. در این صورت است که خانه و باغ من از آن تو خواهد بود. آنگاه ماهان از نردبان چرمی که به درخت آویخته بود بالا رفت و آن را بالا کشی تا کسی نزد او نرود. سپس نشست و مشغول خوردن غذا شد. مدتی بعد در حالی که به بالشی تکیه داده بود چشمش به نقطه های روشنی افتاد که هر لحظه نزدیکتر می شدند. خوب که دقت کرد نو زیبایی را دید که هر کدام شمعی در دست داشتند و به سوی او می رفتند. وقتی به ایوان آن سرای با شکوه رسیدند بساط بزم و شادی برپا کرده و تختی بزرگ به میان مجلس آوردند آنگاه زیباترین آنها بر روی تخت نشست و دیگران گرد او حلقه زده و به رقص و پایکوبی پرداختند آواز خوش آنها فضای باغ را پر کرده و سپیدی چهرهشان هوا را روشن ساخته بود ماهان از دیدن آن منظره دچار بیقراری و اضطراب شد و خواست که از درخت پایین آید و نزد آنها برود اما گفته پیرمرد یادش آمد و مجبور شد همانجا بماند و تنها به تماشا بسنده کند مجلس بزم زیبارویان همچنان ادامه داشت و اینک مشغول خوردن غذا بودند بانوی آن جمع هنگام خوردن تعام به یکی از همراهان خود گفت که گمان می کند شخصی از آشنایان در آن باغ است. بیدرنگ یکی از آنها پای درخت صندل رفت و با هزار خواهش و ناز ماهان را پایین آورد و او را دعوت کرد که به میهمانی آنها برود. عشق و شیفتگی در وجود ماهان رخنه کرده بود. و همین باعث شد که پند پیرمرد را از یاد ببرد و عهد خود را بشکند. زن جوانی که در سر افتادش نامد از پند پیر خود یادش چون جوان جوش در نهاد دارد پند پیران کجا به یاد دارد عشق چون برگرفت شرم از راه رفت ماهان به میهمانی ماه ماهان به مجلس زیبارویان رفت و بانوی بی همتا از او به خوبی استقبال کرد و در کنار خود جایش داد پس از مدتی بسات شراب فراهم شد و باز هم نوع عروسان زیبا به اشوگری و دلفریبی پرداختند. مستی و بیخودی در وجود ماهان شدت گرفت و او را به آن زیبارو تر کرد. پیدا بود که آتش عشقی تازه در درونش شعله میکشید. او آرزوی جز وسال آن بانوی زیبا نداشت و در همین خیال بود که یک لحظه چشمان خود را بست و دوباره گشود. اما این بار به جای عروس زیبا افریتهی زشت و بد ترکیب دید که گویی خداوند هرچه زشتی بوده در وجود او خلق کرده است. گاف میشی با دندانهایی چون گراز و پشتی خمیده که بوی بسیار نامطبوعی میداد و تنفر اطرافیان را موجب میشد. با این همه ماهان را در آغوش گرفته و بر سر و روی او بوسه میزد و ماهان سعی می کرد هر طور شده از دست او رهایی یابد تا اینکه سرانجام صبح روشن فرا رسید و ماهان از خیالات و اوهام بیهوده بیرون آمد اما نشانی از باغ و بوستان شب گذشته ندید به جای آن همه گل و سبزه خارستانی زشت و جای سر و شمشاد خار و خاشاک بدمنظره دید که حالش را دگرگون ساخت. نمیدانست باز هم در خواب است و دارد کابوس می بیند یا آن همه زشتی واقعیت بود. میوه های لذیذ و شیرینی که شب گذشته از خوردن آنها لذت می برد اکنون به صورت جانوران زشت به نظر می رسید. و حوزهای پر از آب به مردابهای متعفن تبدیل شده بود و سحن آن باغ زیبا پر از استخوان حیوانات مرده بود. ماهان سرگشته و حیران به اطراف خود نگاه می کرد و از خدا طلب آمرزش می کرد. او هنوز نمی توانست بفهمد که آن همه ماجرای عجیب و غریب چه حکمتی داشته و چرا هرچه خوبی و نیکویی می دیده سرانجام سر از زشتی و گمراهی بیرون می آورده است. ساعتها با خود اندیشید و تنها راه درست را در این دید که توبه کند. چرا که از دست بدخواهان رها شده و بارها فریب زواهر دنیا را خورده بود. پس باید توبه می کرد و به کار خیر می پرداخت. در همین حال حرکت کرد و در دل از خدای آمرزنده طلب مغفرت و بخشش می کرد تا اینکه به چشمه ای رسید و بدن خود را از آلودگی پاک کرد و به راز و نیاز پرداخت که ای گشاینده کار من بگشای و ای نماینده راه من بنمای تو گشاییم کار بسته و بس تو نماییم ره نه دیگر کس نمرا رهنمای تنهایی کیست کورا تو راه ننمایی پس از ساعتی راز و نیاز به درگاه خداوند سر از سجده برداشت و در پیش خود مردی سبز پوش را دید که به شکل و قیافه خودش بود پرسید ای مرد بزرگوار و نورانی تو کیستی و اینجا چه می کنی؟ مرد سبز پوش پاسخ داد ای مرد با خدا من خزر هستم و آمدم که تو را راهنمایی کنم چرا که من نیت پاک خودت هستم که تو را به منزل و مقصودت خواهد رساند پس برخیز و دستت را به من بده و چشمانت را ببند آنگاه خود را در خانه خیش خواهی یافت گفت من خزرم ای خدای پرست آمدم تا تو را بگیرم دست نیت نیک توست کامد پیش میرساند تو را به خانه خیش وقتی ماهان چشم گشود خود را در همان باغ دید که در ابتدای کار فریب خورده و گمراه شده بود پس نزد دوستان خود بازگشت و دید که همه برای غیبت او جامعه ماتم پوشیدند او نیز هنگامی که وفاداری دوستانش را دید همرنگ آنها شد و جامعه کبود به تن کرد.